پراپاگاندا از اطراف فرمانده پلیس بلخ به گوش میرسه. تا به حال چندین راکت فرش و همچنان سلاح مختلف نو فرش شده. در حال اختلافا به اوجش رسید که شب قبل آقای نور اخطار داد که اجازه نمیده فرمانده جدید معرفی شود، اما وزارت داخله امروز اعلان کرد که برنامه که شده بعد از ظهر معرفی میکنه و با تعقیب اخطاریه ها و اعلامیه ها درگیری ها در اطراف فرمانده پلیس بلخ اوج گرفته. افراد وابسته به دو طرف به هم دیگر دارن شدیدن فر میکنن و تا به حال از تلفات چیز خبر جزئیات خاص در دست نیست و تا اکنون نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی هم در این مورد اظهار نظر نکردن. بله، قسمی که میشنوین همین لحظه هم شدیدن در چند قدمی ما درگیری جریان داره و نیروهای امنیتی و از جانب مقابل افراد مسلح کتابال مشخص نشدن به همدیگر پرداخت فیرهای میکنن که از تلفات هم جزئیات در دست نیست. قدمی فرمانده پلیس بلخ قرار داریم و نیروهای امنیتی همچنان قطعه 888 که در جاده ها مستقر بود، همچنان افراد مسلح که در پس کوچه های دور اطراف فرمانده پلیس بلخ جابجا شده بودن درگیری ها را شدت دادن و تا هنوز هم معلوم نیست که از کدام طرف تلفات وارد شده. به هر حالش چیز مهمی که اینجا معرفی فرمانده پلیس است که تا به حال ارگان های امنیتی و مخصوصا فرمانده پلیس بلخ در این مورد اظهار نظر نکرده که تا به حال معرفی شده یا خیر. قسمی که در تصویر میبینین در اطراف فرماندهی پلیس بلخ نیروهای قطعه خاص که 888 نامیده میشن مستقر شدن و با وابستگان یا که طرفدارای آقای نور دارن درگیری میکنن. شدیدن درگیری ها جریان داره، انداخت هم هست، گاگای راکت فر میشه و متباقی سلاح های مختلف نو در یک قدمی ما درگیری و فیرهای پراگنده جریان داره. تا به حال ارگان های امنیتی در این مورد چیز نگفتن که چه تعداد درگیری تلف شده و یا هم زخم برداشته، اما چیزی که خیلی وایداست در چند قدمی فرماندهی پلیس بلخ درگیری جریان داره و نیروها و طرفدارای آقای نور هم در کارته سول در مسیر راه کابل مزار همچنان در جاده مسعود گویا مستقر هستند و با هم درگیری را انداختن. بله، همین لحظه در چند قدمی ما چند تانک از قطعه 888 دیدم میشه که به جانب مقابل طرف فرمانده پلیس که گویا افراد مسلح جا به جا هستن شدیدن انداخت دارن. از قسمت های جنوبی و شمالی فرماندهی پلیس بلخ انداخت خیلی شدید جریان داره. Thank you.
مرا ما Thank you.
دکتر میشه بوده که بلند صحبت بکنید. شما همکنون بیننده تصاویر زنده از نزدیکی فرماندهی پلیس بلخ بوده، تقریبا در جاده منتهی به فرماندهی پلیس بلخ که درگیری بین نیروهای وابسته به عطا محمد نور و قطعه 888 جریان داره و همین اکنون به صورت زنده روی خط تلفن همکارم سلیمان قیومی را از داخل شهر با خود داریم. سلیمان، صدای ما را با خود داریم؟ بله آقای سلیمی، سلام بر شما و بیننده ها. سلام سلیمان، وضعیت شهر در کل از چه قرار است و مردم در چه حالت قرار دارند؟ متاسفانه باید گفت که وضعیت اصلا مناسب نیست، وضعیت کاملا یک وضعیت جنگی واشنگته است. ما حدودا در دو صد متری یا دو صد پنجاه متری محل حادثه قرار دارم، جایی که اطراف و اصناف در حال حاضر از روی نیروهای وابسته آقای نور تفرق شدن و تماما جاده هایی که مرتبط و منتهی به جنگ پارس کوچک طلبایسی همه نیروهای ظاهرا لباس های نظامی اما گفته میشه دفتر مطالعه غیر مسئول هستند و متاسفانه باید گفت که در بعض از ساختمان های نزدیک فرماندهی امنیه ولایت بلخ، مشخصا در ساختمانی که در اطراف چوک فردوسی قرار داره به نام مهر که زیر کار هم است، افراد مطالعه غیر مسئول جابجا شدن و با استفاده از سلیمان، این افراد وابسته به کی است؟ سلیمان دقیق مشخص شده که افراد وابسته به کی است؟ خب در حال حاضر بر اساس اطلاعات وجود دارن قطعات خاص در میانه قرار دارن و یکی از افراد مسلح در داخل فرماندهی پلیس بلخ و یکی را هم در جبهه اخری قطعات خاص که چوک فردوسی و چوک کابل پلیس و این افراد از جابجا هستن که تعدادشان به بالاتر از 200 نفر هم در این منطقه میرسن. اکثر کوچه ها فعلا بسته هستند، شما اصلا افراد عادی از شهروندان عادی باشنده های بلخ را در این منطقه نمیبینید. یک نگرانی که وجود داره این است که از اکثر سازمان های بلند منزله که در اطراف فرماندهی پلیس بلخ موقعیت داره اینجا نیروهای مسلح وابسته جریان های سیاسی در بلخ موجودگیری کرد و از اونجا بالای فرماندهی پلیس بلخ و قطعات خاص انداخت صورت میگیره. لحظات قبل ما شاهد بودیم که جسته صدای کاملا سنگین از سلاح‌های سنگین شنیده شد، واقعا در یک منطقه رهایشی که کاملا افراد ملکی زندگی میکنند استفاده از این سلاح‌ها نگران کننده است. سلیمان دقیقا شلیک های پراکنده هنوز هم به گوش میرسه، دقیقا میدونی که چند دقیقه از ادامه آغاز شلیک ها میشه؟ حدودا ساعت دوی چند دقیقه، پنج دقیقه یا شش دقیقه از دو گذشته بود که این درگیری با شلیک های کلاشینکوف آغاز شد و فاو ام تا به حال که حدودا ساعت سه دقیقه از ادامه دارم از دیگه یک ساعت نگذارم، یعنی کنان وقتی در بین وجود نداشته، وقتی بسیار کوتاه زمانی ایستانیه و بیستان خوده و معمولا شلیک ها از زرگر دو طرف به شدت جریان دارن. سلیمان خانواده هایی که در حد بله دقیقا مشخص است که این درگیری بر سر تقرری فرمانده جدید پلیس بلخ آغاز شد. آقای نور دو روز پیش هشدار داده بود که نمیگذاره حکومت مرکزی کسی را به جای آقای اکرم سامع در بلخ به عنوان فرمانده پلیس معرفی کنه. به نظر آیا این دو جناب به توافق خواهند رسید؟ خب این یک بحث که مربوط میشه به جریان های سیاسی و حکومت و وزارت امور داخله که در این مورد تصمیم گیرنده های اصلی و جناهای اصلی تصمیم گیری سیاسی او هستند. در حال حاضر نمیشه که روی توقف این درگیری اصلا صحبت هم کرد، شدت به حد زد که احتمالا بعض نگرانی های وجود داره که این درگیری ها به درازه هم تشانیده شود. به مو اساس
روز گذشته شما شاهد بودیم که آقای نور در یک سخنرانی که در جمع از جوانان در بلخ داشت هشدار دادند که تقرری های اهل در بلخ بدون در نظر داشت موافقه حس جمعیت و شخص آقای نور میکنه درد سالهای را برای بلخ و حکومت وحدت ملی ایجاد کنند. بامو اساس امروز به زمانی که میخواستن فرمانده امنیت جدید وارد قماندانی امنیت بلخ شود به خاطر معرفی و بعد گزارش های هم وجود داشت گزارش های تایید ناشده وجود داشت که مشاور معاونی قانون افزار مذاکره کوتاهی با آقای نور که سر این مسئله داشتن یعنی نتاستن در توافق دست پیدا کنند تا آقای فرمانده جدید معرفی شود. به من این پروسه بینتیجه بوده و منجر به درگیری شدم و اینکه پایان رای حل در این قضیه وجود دارد من فکر میکنم که این مربوط میشه به حکومت و جناح‌های شریف در قدرت ولی آن چیزی که در همه اوریان هست و واضح این که جنگ شدید هست بین سپاس خاص و اقصاص وابسته به حفظ جمعیت واقعی نور عملا در این بخش از شهر جریان دارد که متاسف کنم نه تنها این بخش شهر را بلکه تماما اوزار و مزار شریف آشفته و عرق ساخته. سلیمان دیدگاه مردم چیست؟ ظاهرا در داخل شهر دکانها بسته است و شهر در کل خالی شده. بله دقیقا ما شاهد بودیم که شب گذشته ما وقتهای شب آقای نور در صفحه فیسبوکشان از همه مردم شهر باشنده های مزار شریف خواستند تا به وظیفهشان نروند و دوکافین باید باز نشه و مارکت ها عملا باید بسته بمانند تا اینکه در این اطلاع تکلیفی یک وضعیت مناسب یک رای حل در پیدا شدن. مردم هم طبق معمول به خاطر نگرانی هایی که از بابت مسائل امنیتی داشتن امروز کاملا یک رخصتی عمومی در مزار شریف بود. هیچ کس حتی از خانه های خود جرأت نکردن تا بیرون شوند تا اینکه وضعیت آشفته یک رای حل به خود پیدا کنند. مردم شدیدا نگران هستند که ما اگر در سطح شهر از مردم عام بپرسیم که خوشبختانه ما امروز در سطح شهر با این مردم صحبت داشتیم مردم صحبت داشتن که شدیدا نگران وضعیت بودن حتی ما هم میخواستیم که سر وظیفه بیایم ولی متاسفانه به دلیل مسکوت بودن را و این وضعیت که عملا جریان دارد نتونستیم که سر وظیفه انگیم مثل مرد دهها و صدها کارمند دولتی یا غیر دولتی متاسفانه امروز کار را از دست دادن و نتونستن سر وظایفشان بروند. در این اساس یک وضعیت بسیار جدی است که بلخ در مخصوصا مزار شریف و شهر مزار شریف در تاریخ 17 یا 18 ساله خود سایلی تک وضعیت آشفته نبوده. برای اولین بار است که درگیری در حلق سر مزار شریف با استفاده از سلاح سبک و سنگین به این حد دوام میکنن و ادامه پیدا کنن. سلیمان به استثناء جاده های منتهی به فرماندهی پلیس بلخ و اطراف فرماندهی از نقاط دیگه هم گزارش شده که صدای شلیک های پراکنده به گوش میرسد. بله بر اساس بعض گزارش های تایید ناشده در منطقه های نزدیکی های